هفدهمین روز مهر ماه برابر با 9 اکتبر سال 1061 خورشیدی برابر با 1682 میلادی، در گذشت ساموئل رویس دال، هنرمند و نقاش هلندی که در شهر لاهه هلند متولد شد و از دوره جوانی وارد عرصه نقاشی گردید و بعدها یکی از منظر پردازان برجسته هلندی در نیمه قرن 17 شد که پیرو مکتب رئالیست یا واقع‌گرایی به حساب می آمد. کارهای اولیه رویس دال همگی در زمینه ساده ترین مناظر است. رویس دال از مظاهر برجسته هنرمندان اهل تخصص در قرن 17 به شمار می رفت. وی در پدید آوردن صحنه‌های زیبا و دیدنی جنگل تبحر داشت و در نقاشی نور غروب هنگامی که سایه‌ها گسترده می‌شوند و نیز ابرهای تاریک و تیرفام و همچنین خرابه‌های قصه‌ها و نهرهای جاری به استادی رسید. می‌توان گفت هیچ نقاشی قبل از رویس دال برای بیان احساسات و حالات خیش از طریق انعکاس آنها در طبیعت اهتمام نورزیده بود. از سوی دیگر در بیشتر آثار وی پیکره آدمی یا ظاهر نمی شود یا اگر باشد بسیار کوچک است. سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، اعدام ارنستو چگوارا، انقلابی معروف آمریکای لاتین که در آرژانتین به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته پزشکی به پایان رساند و پس از آشنایی با فیدل کاسترو، مبارز انقلابی کوبا، به نهضت آزادی خواهی او برای رهایی کوبا پیوست. چگوارا در پیروزی انقلاب کوبا نقش فعالی ایفا کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز مدتی مشاغل دولتی اختیار نمود، اما پس از چندی روح ناآرامش سبب شد تا عازم نقاط مختلف جهان شود تا با تشکیل نیروهای مقاومت مسلحانه با آمریکا به جنگ بپردازند. آخرین نقطه عزیمت چگوارا کشور بولیوی در آمریکای لاتین بود، لذا راهی این کشور شد و در آنجا با تشکیل یک گروه چریکی 1000 نفری به مبارزه علیه دولت بولیوی پرداخت. پس از چندی سرانجام نیروهای دولتی بولیوی مخفیگاه چگوارا و مبارزان همراه او را یافتند و پس از دستگیری وی را در 39 سالگی تیرباران کردند. سال 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی، در گذشت پروفسور حبیب الله هدایت، پدر علم تغذیه ایران. پروفسور حبیب الله هدایت پایه‌گذار مؤسسه تغذیه و علوم غذایی ایران است که در شهرزای اصفهان زاده شده و پس از اتمام تحصیلات مقدماتیش عازم فرانسه شد تا ضمن گذراندن دوره تخصصی زنان و زایمان دوره‌های تخصصی بهداشت صنعتی و طب کار را نیز بگذراند. او پس از بازگشت به ایران انستیتو علوم تغذیه، انجمن دیابت ایران، انستیتو بهداشت کار را تأسیس کرد و پایه‌گذار مجله تغذیه بوده است. مهمترین دستاورد علمی وی نظارت بر ارزیابی چگونگی تغذیه و نیازهای تغذیه‌ای مردم ایران است. این ارزیابی در 30 بخش شهری، روستایی، قبیله‌ای و صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته. نتایج این تحقیقات به فاو گزارش شد و در حال حاضر نتایج تحقیقاتی که در جهان سوم درباره تغذیه انجام شده به عنوان یک مرجع در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد.